هموطنان عزیز و گرامی، مجدداً خوش آمدین. برنامه اسراری و ادامه داره و در حال حاضر محترم جناب آقای محمد اکبر شیرزاد، مشاور حقوقی اداره شاروالی هرات در کنار ما هستند و میخواییم درباره پلانها و برنامه های اداره شاروالی هرات صحبت های جناب شیرزاد سیبر داشته باشیم. از اونجایی که اداره شاروالی هرات برای بازسازی و زیبای شهر پلان های زیادی داره و یکی از این پلان ها جمع آوری متادین از سطح شهر هرات و تداوی اونو هست که میخواییم مشخصا درباره این طرح و پلان اداره شاروالی هرات صحبت های جناب شیرزاد سیبر با خود داشته باشیم. انشالله که بیننده ما باشید. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از اینکه اداره شاروالی را دعوت کردین و در مورد متادین با ما صحبت میکنیم. بسیار تشکر. از آنجایی که اداره شاروالی هرات برای پاکی و صفایی شهر هرات پلان‌ها و برنامه‌های زیادی داشته که الحمدلله تا کنون همگی موفق بوده و یکی از این پلان‌ها جمع‌آوری معتادین از سطح شهر هرات بوده، می‌خوایم اصلا بدانیم این طرح جمع‌آوری معتادین از سطح شهر از کجا آغاز شد و چی شد که این طرح عملی شد؟ در نخست تشکری میکنم از هیئت رهبری و کارمندان تلویزیون اصلاح، همینطور که از نامشان پیداست جامعه ما شما به اصلاحات ضرورت داره و در پالوی از تلویزیونی که همیشه تلاش کرده در قسمت معضلات بسیار مهمی که چالش برای مردم عزیز ما ایجاد کرده، همین تلویزیون اصلاح را من از قبلا معلومات دارم. حتی معلومات دارم که هفتوار یک یا دو برنامه به خاطر شاروالی بدون کدام امتیاز پیش میبره. بله، مسئله معتادین یک مشکل بود که بسیار سالهای دور و دراز زده بر میگیره و شما متوجه شاید شده باشین که هر وقت هر وطن ما چی در داخل شهر چی بیرون شهر با این قشر روبرو میشد. احتیاط کو تمام مردم عزیز ما میفهمه که همی احتیاط همون شمی زندگی انسانه، به مرور زمان قطره قطره آب میشه. بله، و آخری همو مقصد آخری از او بجز از اینکه بدبختی باشه و به مرگ انجام دیگه کدام فایده از او به دست نمیاد. و ترک احتیاط ترک تمام بدبختی های زندگی است و رو آوردن به یک زندگی نو است. دیگه زمانی که اراکین دولتی و مردم شریف ولایت هرات از زمین شهر عبور میکردن، با جمعی از معتادان در بلوارها و در پیشوری دکانها در جایی که مثلا بیروبار زیاد بود روبرو میشدن، همیشه انتقاد از اینا بسر شاروالی بود که چرا مثلا ازمی تاسیساتی که جور میشه یا مثلا بلوار سرسبز میشه، اینا به مو حالتی که باید شهر زیبا نشان بده نمیتونستن که از این حفاظت درست صورت بگیره. شما باور کنید که من شخصا بلوار امام فخر رازی را به 3 مرتبه او را کش کردیم، ولی هر مرتبه که میرفتم دوباره او خراب بود. یا مثلا بلوار پیشوری ولایت ها، حتی تا سطح پیشوری تا امو دروازه ولایت این مردم رسیده بودم. بله، بالاخره ناچار امو مثل شعر داریم که میگه بنی آدم از یک دیگر هم که در آفرینش یک گوهر هم چوز وی بدر دارد روزگار دیگر وزها را نماند قرار. با پاس اونمو رحم و شفقتی که یک مسلمان باید داشته باشه، بخیر هر چی فکر کردیم که با دور شدن از اینا به شکل موقت که اینا را هر دفعه میرفتیم پس میکردیم، باز فردای اونا اونجا حاضر بودن. بله، چاره نداشتیم بجز از اینکه یک طرح را با کار بندازیم که او به شکل بنیادی مشکل مردم هرات حل کنه. اونهایی که مثلا فکر میکنن که یک کار شدنی نیست و امکان نداره، امروز عملا دیدن که در سطح شهر معتاد وجود نداره. اگر باشم تیت و پراکنده. بالاخره نظر به هدایت مقام محترم ولایت، شخص والی صاحب و دیگر اراکین دولتی جناب شاروال صاحب و مدیر صاحب مواد مخدر،
اینا خواهان یک طرح شدن که چطور بتوانیم معتادین به شکل درستی و اشعار جمع کنیم و او مطابق به مو پروگرامی که اینا داشتن در قسمت تداوی از اینا بالاخره در خود اداره شهرولی تصمیم گرفت و طرح را حاضر ساخت، امر مقام محترم ولایت شریخ ساخت. فیصله بازی شد که این تکلیفی که فعلا مردم هرات به او رو بروس یک تکلیف خاص بر یک نفر نیست، یکی ضرر خاص است یکی ضرر عام است، ضرر ازی به تمام ملت میرسید. دقیقا دیگه فیصله بازی شد که تنها به دولت نمیشه، بالاخره هم رای تمام روسای شوراهای ولایت هرات، وکیلای محترم ولایت هرات، تجار و اصناف مختلف نشستهای پای در پای شد و تصمیم بزی شد که نه تنها دولت بلکه فرد ازی جامعه در قسمت حال ازی مشکل دست به دست هم بده و با یک هم نظری و هم فکری و دلسوزی با این پدیده شوم مبارزه کنه. دقیقا، و هم قسمی که اشاره کردین پروسه جمع‌آوری معتادین به یکی از معضلات اخیرا تبدیل شده بود که واقعا مردم به سطوح آمده بودن. خوشبختانه این پروسه عملی شد و شاهد اندک معتاد در شهر هستیم، خیلی کم، و هم شما اشاره کردین که پراکنده. کمیسه جمع‌آوری معتادین به چه تعداد معتاد را از سطح شهر هرات جمع‌آوری کردند و آیا زنان اطفال هم در این مابین شاملند و در کلی افراد از هراتن یا خیر از سایر ولایات هم در بر میگیرند؟ طوری که هموطنای ما عملا دیده بود در شهر هرات تعداد معتادین زیاد بود بله. ولی دولت نمیتوانست که اینا را همه به یک روز بگیره و اینا را به تداوی روان کنه. بالاخره تصمیم طوری بود نظر به مطرح که همه افراد مطابق به همان تعداد افراد ما دستگیر کنیم که اونا را در ابتدا نمو یاشا و یباتا و زنا یک دفعه تنظیم شوه، بعدا گروپ دوم ای با شکل تدریجی مرحله به مرحله اینا گرفتار شدن. دیگه تقریبا در ابتدا ما روز اول که معتادین دستگیر کردیم در پیشوری ولایت اینا را جمع‌آوری کردیم به تعداد 200 نفر بود روز اول. و جای داره که ما از مسئولین کمپ‌هایی که خصوصی استن برای ترک احتیاط از اونا تشکری کنیم که ابتدا اونا با ما همکاری کردن، امید 200 نفر برای مدت 3 روز بدون از اینکه کدام امتیاز از دولت یا از ملت بگیره خودشان هم نان دادن هم جای دادن. در حدود جمله که ما آخرین اماری که به پیش ما موجود است اینا همه 4724 نفر که ثبت کمپیوتر هم است و دیتابیز از اینا است، دیگه برنامه های بعدی هم برای از اینا داریم جمع‌آوری شده. در این جمله هم زنان وجود داره و هم اطفال زیر سن وجود داره، برای لوزی کسانی که در خیابان مصروف احتیاط بودن. بله، گفتین که بعد از جمع‌آوری برای مدت 3 روز در کمپ های ترک احتیاط خصوصی انتقال داده شدن و خوشبختانه صورت گرفته تا حدودی تداوی از اونا و عده‌ای هم فکر کنم تمام شده تداوی از اونا. در کمپ های ترک احتیاط چه خدماتی برای افراد صورت میگیره و آیا از وضعیت افراد مصاب به مواد مخدر و روند خدمات از اونا در کمپ های ترک احتیاط نظارتی صورت میگیره از اداره شهرولی هرات یا خیر؟ ابتدا باید گفت که چون تعداد زیاد است 4000 یا 4500 نفر ای در یک یا دو کمپ جا نمیشد. بله. بالاخره نظر به فیصله ریاست محترم شهرولی و مدیریت محترم مواد مخدر فیصله بازی شد که تعداد کمپ ها را افزود کنه. بله. فعلا ما 18 کمپ خصوصی داریم که معتادین در اوج جابجا شده و 4 کمپ هم تحت نظر دولت است که همین جمله تمام معتادین در اونجا جابجا شده. در پالی ازی خدمات بسیار خوبی هم برای زنا اونجا ارائه میشه
و اینا به عنوان یک بندی اونجا وجود نداره، به عنوان یکی فعلا اونجا هستن که ما من حیث یک مسلمان همراه از اینا برخورد برادرانه دوستانه طور پیش میریم که فکر میکنیم که عضو خانواده ما است، معتاد کسی دیگه نیست، یا برادر ما است یا برادر شما یا یک هموطن دیگه ما، بالاخره از همین وطن است. ما اگر خود ما در قسمت تداوی از او به طور اساسی تلاش نکنیم بیگانه خو هرگز نمیکنه. دقیقا دیگه اینا فعلا تقسیم هستن به 22 کمپ و تحت مداوا قرار دارن، رسیدگی برشان به وقت و زمان صورت میگیره، نظارت از پیششان صورت میگیره و مشکلاتشان رسیدگی میشه. دقیقا هم قسمی که جناب شیرزاد صاحب اشاره کردین، تعداد افرادی که جمع آوری شدن و این افرادی که مبتلا به مواد مخدر بودن زیاد بود و شما اشاره کردین که تنها به تلاش دولت نمیشه و نیاز بود که همکاری های در کنار شما باشه. چه کسانی در این پروسه با شما همکار بودن و مشخصا سهم مردمی در این پروسه چی بود؟ خدمتتان عرض کنم که بازم تکرار میکنم، یکی است که یک نفر تکلیف شخصی داره، مثلا مریض است تکلیف گرده داره، بله، او با یک دکتر اگر مراجعه کنه ممکن تداوی خود بکنه، یکی مرض عام است که تمام جامعه را در بر گرفته. دقیقاً ما در طول 40 سال گذشته بنابر اینکه ثبات وجود نداشت، خود مردم ما با انواع مریضی ها برعلاوه معتادی روبروستن که این تنها به دولت نمیشه، باید تمام اقشار جامعه سهم بگیره ده، که اینمی مسئله از این که ما کامیاب شدیم که اینا را جمع کنیم، یگانه علت شما این بود که تمام جامعه با دولت یک جا شد، هر کس حتی لباس جان خود آورد، یک لقمنان خود نصف کرد به امره دولت همکاری کرد. دیگه برای فعلا تمام مشکلات هایی که به اونجا موجود بود رفع است و انشالله تمام کسانی که در اونجا هستن کلشان از ولایت هرات هم نیستن، از ولایت دیگه زیاد هستن، بالاخره بعد از تداوی امکان داره که اینا به او هم به خاطر ازی که امو لطف و مرحمت اسلامی ما ایجاب میکنه که اینا باید اول تداوی شه و بعد به خانواده هایشان برگرده. اگر مردم هرات در این قسمت بسیار زیاد شهامت نشان دادن، خودگذری کردن و تشکری هم از اونا میکنیم که بعد از اینکه این مریضات تداوی شوه، اکثریت از اینا از دیگه ولایت هستن، بیشترشان از ولایت دایکندی است، دیگه وقتی که اینا شوان اینا از اینجا پس به ولایت خود به آغوش گرم خانواده که در نبودی از اینا اونا بسیار زیاد جگرخونی تیر کردن، به انتظار همی اولاد خود هستن. دیگه ای که پس اینا انتقال شوند، برنامه های بعدی برای از اینا دولت داره، امیدوار هستیم که با یک راهکار بسیار درستی در قسمت ازی که اینا چه رقم موبتنیم به طور اساسی اینا را همی پدیدی شما نابود کنیم، دیگه پلانه هم بعدی ما داریم انشاءالله. آیا کدام افراد دیگری هم از این مریضان مبتلا به مواد مخدر در سطح شهر و نواحی شهر باقی مانده و کدام تیم سیاری هم وجود داره که اگر افراد باقی مانده باشن اونا جمع آوری بکنن؟ در ابتدا زمانی که ما پروسه را آغاز کردیم، چون معتاد هیچ وقت خوش نیست، او تحت امو طرز تفکر از او طور عیار شده که او فقط برای فعلا برای از اونمو احتیاط بسیار زیاد ارزش داره. همیالم که بعض وقت میریم به نظارت، اولین سوال از اونها است که ما کی رها میشیم، باز به جوابشان میگیم که دیواز ازی که ما شما را از اینجا جواب بدیم بهتر عزیز، اگر شما خود دوست دارین و ای که میخواین زندگی خود دوباره آغاز کنین، بهتر است که اگر ما شما را به زورم از اینجا بیرون کنیم شما باید نرین، به خاطر ازی که اگر خود دوست دارین که دوباره تداوی شوین. دیگه یک تعداد از اینا در ابتدا جمع‌آوری شد که بیشترین تقریبا میتونیم گفته بیش از 80% جمع‌آوری شده، اونا عملا در شهر میبینین به یکان نقطه اگر یک نفر دو نفر پیدا میشه او متواری شدن، مثلا بعضی خانگی بودن که میامدن مثلا از ایروین و دیگه مواد مختلف استفاده میکردن، زمانی که دولت اقدام میکنه باز اونا به خانواده خود، حالا فعلا از بسیاری خانواده
برای ما اطلاع میرسه که اونا بازاب شدن، میگه اینا را ببرین نمرتون. ولی خوشبختانه که بیشترین کسانی که امی مواد میفروختن، بیش از 50% از اینا عملا در بین امی معتادین فعلا در کمپ هاست. چرا که کسانی که مواد میفروشن اونا از امی هوشیاری استفاده میکردن که مواد توسط خود امی معتاد میفروختن. بله. و یک 20% هم متواری شدن. تقریبا گفته میتونیم که برای فعلا تعداد کمی مانده در چهار اطراف، و با او تعدادی که سابق گفته میشد که تعداد 70,000 نفر در داخل ایران معتاد موجود است، نه برادر، اینا کسانی ای آوازه ها بخاطر ازی بود که سو استفاده بی مورد صورت بگیره. مردم ایران بسیار زیاد همکاری کردن، به خصوص تمام اقشار از لحاظ البسه کمک کردن. امیال روزانه جلسات ما ادامه داره، وکیل سیبا و رئیسای شورا وادی بسیار قوی دادن. بله. از طرف موسسات کمک صورت گرفته، از طرف مثلا دبلیو فی یک موسسه دیگه است که او روز کمک کردن در قسمت یاشی از اینا، و قرار از دیگه تجاران خیر ولایت ایرات قول دادن که کمک کنه. هدف همیست که اینا تا زمانی که جور میشن باید تحت نظارت باشن، و اگر تحت نظارت نشه به این مانه که ما می زحمت کشیدیم بیهوده میشه. دقیقا. خب بعد از این که این مریضان مبتلا به مواد مخدر تداوی شدن، طرح و پلان بعدی اداره شاروالی چیست و آیا در قسمت فراهمسازی زمینه کار که خود همی عامل بیکاری باعث شده بود اکثرا روی بیارن به مواد مخدر، و در قسمت انتقال دادن و سپردن از اونا به خانواده ها اداره شاروالی به همکاری ادارات زیربط همکاری های صورت خواهد گرفت یا خیر؟ طبعا یک چیزی هست که وقتی که اینا تداوی میشه دولت و مردم پلان دارن که یک راهکار درستی را پیدا کنه. مهمش اشتغال زاییست. بله. اگر معتاد تداوی هم شوه، باز هم اول خود تاسه ما چهار ماه از لحاظ روانی هم فکری از اینا به ای آماده نیست که اینا ترک احتیاط کنن. بله. باز هم به ای فکر رهایی خود است وقتی که بیرون شوه، طبعا با یک کسی روبرو میشه که او را باز تشویق میکنه. بهتر همیست که در آینده هم تقاضای ما از اراکین دولتی است، هم از تمام اقشار جامعه، که ما باید یک طرح را بندازیم که اینا اول کسانی که از دیگه ولایت هستند به شکل جور به ولایتشان تسلیم داده شود، به خانواده هایشان. امیرم مردم هرات واقعا یک شاهکار کردن که نگذاشتن اینا را به شکل مریض به او طرف انتقال کنه، به طرف خانواده هایشان. و مسئله دومی است که ما شخصا خود ما در این نظر هستم که دولت میتونه مثلا از اینا در کجاها استفاده کنه. مثلا مادن زغال سنگ داریم در هرات، به دور شهر است، رسیدگی به شهر برش کمتر است به این مردم، اونجا نمیتونن به جز از اینکه چون اون ساحه تحت نظارت است، مواد فروش هم جرات نمیکنه به اونجا بره. برای از اینا هم یک هزینه پولی میشه، به خانواده شان هم کمک میشه، یا به اونجا یا از ریاست محترم زراعت در این مورد همکاری کنه. مثلا به دانه کمرکلاغ اونجا اونا یک جای دارن، و در پالی ازی به اردوباغ دارن، در زراعت در بخش زراعت از این استفاده صورت بگیره. بله. یا مثلا فابریکی قرار است که یک معدن دیگه از آهن در غوریان است، دقیق معلومات ندارم، ولی قراردادش خلاص شده به مرکز، میتونن در اونجا استفاده کنن. میتونن که در بخش نظامی افراد و اشخاص بسیار مسلکی در بین ازی موجود است، انجینر صاحبای برق است در بینشان، دکتر صاحبا استن، حافظای قرآن شریف استن در بینشان، در پالوی ازی نظامی ها در وجود داره در بینشان. هست کسانی که میشه از او به نحو بهتری در ساختن جامعه از اون استفاده کنه، و در پالوی ازی ریاست شاروالی و دیگه ارگان ها میتونن در صفایی شهر از اون استفاده کنه. هدف ایست که اینا باید روی یک برنامه درست از اینا استفاده شوه، و اینا نگذرن که خدای نکرده باز بدون از اینکه اینا شغل داشته باشن با بازار روی بیارن. اگر با بازار روی بیارن طبعا
افرادی که سجو سن همیتو که معلومات داریم نظر به شنیدگی روزانه در حدود $1,000,000 مواد خود فروش ها بودن که به داخل شهر فروخته می شود. اونا آرام نمیشینن و در پالیوزی که ما بتانیم اینا را پس برای سالم بیاریم بهتری است که از همه مهمتر مبارزه علیه مواد فروشان صورت بگیره. از مردم عزیز ما خواهش مهمیست که امرای دولت همکاری کنه، نگذارن که دیگر همی پدیدی شوم در داخل کشور ما دیگر روش پیدا. دقیقا جناب شیرزاد صاحب گرامی، از اونجایی که آغاز هر کاری یک سری فرازونشیب هایی داره و بدون سپری کردن این فرازونشیب ها نمیتونیم در یک پروسه موفق باشیم، در همین پروسه جمع آوری مریضان مبتلا به مواد مخدر چه مشکلات صد در راه شما وجود داره و خواست شما از امارت اسلامی چیست؟ مشکلات عمده همیست که دید همه وقتا نمیشه که مشکلی که به دولت ارتباط داشته باشه او را ملت هم دوامدار حل کنه. ملت ایراد واقعا زحمت کشیدن، هر اندازه کمکی که ایالات تا به حال جریان داره کمک های زینا، ولی دولت باید به طور اساسی راجب از این موضوع موازله که تمام مردم موضوع رنج میبره، نه تنها در ولایت ایراد بلکه در سطح تمام افغانستان باید یک طرحی را به وجود بیاره که او بتانه. مثلا میتانه در ولایت ایراد در قسمت دانه کمرکلق زمین دولتی است، 2000 جریب زمین اگر دفتن دیوال کرده نمیتانه سیم توسط جالی او را چهار طرفش محدود بسازه و در داخل از کانتینر یا دیگه چیزا ساختمانه خود استفاده بکنه، میتونه دفتن امار کنه ساختمان خود که اینا به اونجا مصروف به بخش زراعت شون. بله. تحت کنترل دولت باید باشه اینا. چرا دولت وقتی که اینا رو تحت کنترل بگیره او زمان اینا از کسانی که اینا رو با مواد مخدر تشویق میکنه دیگه انشاءالله با اونا روبرو نمیشه و اینا مجبور هستن ترک کنن. این مسئولیت دولت است. دولت باید به هر وسیله که باشه با همکاری مردم درست است، این تابال پیش میره دیگه مردم همکار هستن، ولی خود دولت باید این قسمت تدابیر جدی را بگیره. دقیقا جناب شیرزاد صاحب، به نظر شما آیا این معضل اجتماعی اعتیاد و یا مواد مخدر از شهر ایراد، شهر علم و فرهنگ برچیده خواهد شد؟ و در اخیر میخواییم پیام شما رو بر شهروندان ایراد در زمین صحبت های شما داشته باشیم. تشکر. قبلا هم گفتم که متاسفانه دو جمله بسیار مایوس کننده در جامعه موجود داره که یکی نمیشه. بله. و یکی میگه وقتش نیست. دقیقا. ما دیگه نمیفهم که وقت از این چی وقت به مردم ما میرسه. آیا دیگه انتظار بکشیم؟ جهان رو به پیشرفت است ولی ما دوامدار به می فکریم که نمیشه. پس ما اگر تماس بیگانه ها بکنیم، خب بیگانه ها به طول تاریخ بجز ازی که ما را ذلیل ساخته دیگه کدام هدف نداره. بهتری از خانه ما می سوزه، در امی آتش اعتیاد خانه افغانستان می سوزه. ما بهتر است که امی آتش خاموش بسازیم، چون باشندی امی کشور استیم، متولد امی کشور استیم. بهتر امیست که خود ما مردم دست بکار شویم و اینمی کلمه نمیشه را دور بندازیم. اگر نمیشد چرا امروز شهر ایراد از وجود معتادا پاک شده؟ این کار کی کرد؟ همین ملت کرد، همین دولت کرد. پس این شدن آسان است، ولی خواهش ما میست که چیزی را که ما مثلا آباد میسازیم یا او مشکل حل میکنیم در قسمت دائم نگاه داشتن از او بسیار باید تلاش بکنیم. درست است معتادا را ما جمع کردیم، تحت تداوی قرار داره، از لحاظ روانی هم رشنکار صورت میگیره، دکتر صاحبا به وقت و زمان از اونا نظارت میکنه، به مسائل سیزی نمیرسه، آتا دروس دینی هم رشن پیش برده میشه، گپای بسیار انگیزدار برشان گفته میشه که اینا باید ترک کنه. دیگه ما همین چیزایی که صدرهای مواقعی است مفکوری خود باید تغییر بدیم. بله. همین طرز تفکر خود باید تغییر بدیم. ما میتونیم، باید فقط ببینیم بین دو کلمه است، نه و میم. نمیتوانیم و میتوانیم، امی نونه از کنارش وار داره. بگویم ما میتوانیم. چرا؟ همیشه ما میگیم که ما میتوانیم، توانا هستیم چون خدای پاک توانا داریم. ما مسلمان هستیم، مسلمان یعنی همدردی،
هم نظری هم فکری در مقابل تمام چیزایی که مخالف شریعت است. دیگه مشکلاتی که وجود داره برای فعلا اینمیست که ما با اگر کمک مردمی احیانا نباشه ما با مشکلات ایاشا و عباطه از این مریضا روبرو میشیم. دیگه او هم روزی رسان الله پاک است، تا به این روز رسیده امیدوار هستیم که دیگه هم برسه. ولی خواهش ما اینمیست که تمام مردم هرات و تمام اراکین دولتی این معضله دوباره اجازه نده، چرا که هم اعتماد دولت از دست میره و هم دیگه ملت به سر وکیلای خود اعتماد نمیکنه. احیانا فرض کنین با تمام همه قدر قربانی ها اگر دوباره معتاد به داخل شهر بیه، خب پس ما ناکام بودیم. ما باید در این پروسه کامیاب شویم تا بتانیم دیگه معضلات مهمی که در صدرای مردم قرار داره اونا را برداریم انشاءالله. 40 سال بسیار نابسامانی ها بوده، این توسط کی باید حل شوه؟ توسط خود هم ملت حل شوه. ما هستیم که از این کشور هستیم به خود دل بسوزانیم، دیگه کسی دلسوز به جز ازالا نداریم. دقیقاً. تشکر از حضور شما جناب آقای محمد اکبر شیرزاد، مشاور حقوقی اداره شهرواری هرات، از اینکه در برنامه امروز در کنار ما بودید. سلامت باشین. تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و راجع به مشکل بسیار عمده که مردم موضوع در طول سالها رنج می برد صحبت کردین. ممنون شما. سلامت باشین. و ممنون و سپاسگزاریم از شما عزیزانی که تا لحظات اخیر برنامه در کنار ما بودین. بیننده برنامه عصر ریوا بودین. امید که بخشا و مطالبی که در برنامه این روز تقدیم شما شد مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته شده باشه. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار شما باد.